اسماعیل توکلی مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته معماری از دانشگاه شهید بهشتی دریافت کرد. او در سال 2004 به آمریکا آمد و پس از زندگی در شهرهای مختلف این کشور در نهایت به نیویورک رفت. سهیل پس از چندی به نقاشی روی آورد و آثار جذابی را هم در این عرصه خلق کرد. هدف او ایجاد شرکتی در زمینه طراحی روی لباسه. اما پس از رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، سهیل تصمیم گرفت تا از هنر خود در راستای حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران بهره بگیره. او با شرکت در مراسم اعتراضی برون مرزی ایرانیان، رویدادهای کشورش رو در همون محل به روی پرده نقاشی میکشید. اما ساخت انیمیشن درباره جنبش سبز یکی از پروژه‌های سهیل که به سرعت از طریق شبکه‌های اجتماعی تکثیر شد و مورد توجه بسیاری از ایرانیان قرار گرفت. قسمت نخست انیمیشن جنبش سبز ساخته سهیل توکلی. به شما در شهر نیویورک سلام میکنم و درود میفرستم. سپاسگزارم از اینکه با ما همراه هستید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور بینندگان محترمتون و خصوصا هموطنان عزیزم در ایران. آقای توکلی، من اشاره کردم شما در سال 2004 از ایران خارج شدید. چرا کشور را ترک کردید و تصمیم گرفتید مهاجرت بکنید، زندگی در کشور دیگری رو برگزیدید؟ البته هیچ دلیل سیاسی نداشت و شاید میتونم بگم دو تا دلیل میتونه داشته باشه. دلیل اول این که خب هر کسی تو دنیای امروز، دنیای پیشرفته امروز، خب امکانات هست، از امکانات باید بهره برد. مهاجرت کردن تجربه زیادی برای آدم داره. فکر می‌کنم انسان پخته میشه با مهاجرت، یعنی یه بخشهایی رو، یک فضاهای خالی رو از خودش پر میکنه و پیدا میکنه. همونطور که در این 5 سال من فکر میکنم خیلی تغییر کردم. قسمت دوم هم برمیگرده به فعالیت‌های هنری و کاریم که توی ایران خب شاید من فکر میکردم که باید مهاجرت بکنم تا روش بدم، بس بدم کارم رو. البته خب وقتی که مهاجرت کردم با آمریکا دیدم که یه مشکلات دیگه برام پیش اومد. یعنی خب یه راهای هموار بود ولی قسمت دیگه اینا هموار بود. به هر حال همیشه یه جای کار باید لنگ باشه. منم سعی خودم میکنم تا از مجموعه این تجربه اندوزی و همچنان کار کردن در زمینه هنر و معماری به نتیجه نهایتم برسم. آقای توکلی، رشته اصلی شما معماری است، خب بی ارتباط هم با هنر نیست، مشخصه که زمینه‌های خاصی وجود داره، اما چگونه شما این مهارت و توانایی رو در نقاشی کسب کردید و به این صورت راحت کار میکنید و نقاشی میکشید؟ ببینید، من شاید 15 ساله معمارم. من از 19 سالگی که وارد دانشگاه رفتم، وقتی فارغ التحصیل معماری شدم تازه من گفتم فارغ التحصیل معماری ام تا وارد عرصه‌های کار بشیم، تا بشین معمار بشیم. ولی نقاشی رو من خیلی قبل از شاید از کودکی شروع کردم. البته نقاشی در دوره‌های مختلف رو من اثر تاثیرات خاصی داشته، یا من از نقاشی استفاده‌های خاصی بردم. در موقعی که زمان قبل از دانشکده، خب یعنی در واقع میشه گفت اون رشد فکری من تو زمینه هنر بعد از دانشکده درست همزمان با فارغ التحصیلی اتفاق افتاد و خب همه چیز من تاثیر گرفت. یعنی حالا هر ابزاری که من داشتم از جمله نقاشی تونستم ازش به عنوان یک ابزار مهم استفاده بکنم. کما اینکه می‌بینید توی این جریانات من میتونم از نقاشی به عنوان یک زبان استفاده کنم و این زبان به نظر من زبان کم اهمیتی هم نیست، میتونه اثر خودش رو داشته باشه. چرا تصمیم گرفتید آثاری رو در زمینه حمایت از جنبش سبز و حمایت از خواستهای مردم ایران پدید بیارید؟ چگونه این انگیزه باعث شد که در این زمینه کار کنیم؟ ببینید آقای مکری، من واقعا تصمیمی نگرفتم. جریان، من توی برنامه قبلی گفتم این اتفاقاتی که توی ایران افتاد، مخصوصا بعد از پرده دوم که شکنجه ها و تجاوزات صورت گرفت، فکر می‌کنم هر انسانی رو بایستی بیدار کنه. هر انسانی، نه فقط در ایران، در تمام دنیا، به جهت این که این جنبش انسانیه و اصلا برای آزادی انسانه، نه برای آزادی ایرانی ها. و اینکه من به عنوان یک شخصی که ببینید یه نفر میخواد پیامی رو بده، یا میخواد حرفی رو بزنه، یا میخواد فریادی رو بزنه، از ابزارهای اولیه تا ابزارهای مختلف استفاده میکنه. یکی ممکنه فریاد بزنه، خب ببینید حنجره یک ابزاره برای فریاد زدن. خب شما اگه ابزارهای بهتر و نقصتری داشته باشین، بتونین شیواتر صحبت بکنین، بتونید با یک ابزاری اثر بهتر و مطلوبتری بذارین، خب چرا که نه. من وقتی دیدم که یه همچه اتفاقی افتاد، خب قصدم این بود که خودم رو به مردم ایران برسونم. من اولا خیلی دلم میخواست ایران باشم، ولی به جهت مشکلاتی که داشتم مجبور بودم اینجا بمونم. بعدن به من گفتن که برای تو بهتره که اینجا باشی، چون میتونی حداقل یه کاری انجام بدی و منم از این فرصت استفاده میبرم و همچنان ادامه میدم. حتی یه جا گفتم که اگر این نقاشی ها تا آخر عمرم هم طول بکشه، من میکشم. یعنی برای آزادی، اتفاقی که در ایران افتاد شاید یک تولد دیگه در من بود. من اینو به عنوان یه جشن ازش اسم میبرم. یعنی واقعا هر مرحله از آگاهی جشنه که شما با از این طریق میتونید اون پیام خودتون رو بدید و آگاهی و اون چیزی رو که دریافت کردید ارائه بدید.